درودی چو بوی خوش خاک ایران زمین من، درود به هنر، به اهالی هنر، به هنرمندان. سلام به یک صدای خوش، صدایی که میتونه شگفت انگیز باشه، هم هیجان ایجاد کنه و هم آرامش. چشیدن طعم یک صدای خوش با موسیقی نواحی که از درازای تاریخ به ما رسیده، روح و روان ما رو تازه میکنه. وقتی به سراغ موسیقی قومی و ملی هر کشوری میریم، هویت اون مردم رو در اون موسیقی میبینیم و سند و شناسنامه و هویت موسیقی آیینی و نواحی کشور ما هم همکنون در دست گروهی هست که رستاک نامیده میشه. رستاکی که به گوشه گوشه و تک تکی ایران زمین سفر میکنه، رستاکی که افسانه ها و اسطوره ها رو از دل ریشه های تاریخمون بیرون میکشه، اونها رو تراوت میده، اونها رو تازگی میده و به نسل امروز و آینده میرسونه. باید بگم امروز با مسرت باید بگم که مسرور هستم که افتخار میزبانی خواننده و نوازنده گروه رستاک رو دارم، جناب فرزاد مرادی. جناب فرزاد به برنامه پرشین اواردز یا جوایز پارسی بسیار خوش اومدید و از طرف جوایز پارسی به شما خیر مقدم و خوش آمد میگم. سلام و درود خدمت شما سرکار خانم بنی هاشم. خیلی خوشحالم که به نمایندگی از گروه رستاک در خدمت شما هستم و همچنین سلام به بینندگان این برنامه و خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که از این طریق میتونم با عزیزانمون و هموطنان عزیزمون صحبت کنم و مطمئنم که هموطنان هم از این دیدار بسیار خرسند و مسرور هستم و میرم سراغ سوال ها. جناب فرزاد، همه ما میدونیم که شما اون نغمه ها، اون نواهای آیینی ایران کیانی رو با حفظ اصالتشون اومدید و یه ساختاری نو بهش دادید که با سلیقه نسل نو و شاید نسل‌های آینده هماهنگی داشته باشه. آیا این چارچوب جزء اون اصول و اساسنامه کاری شما هستش یا اینکه در آینده ممکنه که احتمال این هست که تغییری در این سیاست کاریتون به وجود بیاری؟ خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. به هر حال یک گروه هنری و هر هنرمندی در واقع فعالیت که میکنه قطعا یک سری دغدغه ها داره که این دغدغه ها میتونه دغدغه های فرهنگی باشه، دغدغه های هنری باشه، دغدغه های اجتماعی باشه و حتی شخصی، که مثلا برای گروه رستاک این دغدغه هنری وجود داشته که موسیقی بومی ما یک نگاه هنری باید بهش بشه و بتونیم در واقع بخش‌های ناپیدای این موسیقی و پتانسیل‌های بسیار خوبی که در این موسیقی نهفته است رو بتونیم نشون بدیم و وجوهی که در واقع شاید کمتر به اون پرداخته شده بتونیم نشون بدیم، یا مثلا دغدغه‌های فرهنگی که برای گروه ما از ابتدا وجود داشته این بوده که مثلا من و بهزاد به عنوان یک کرد در گروه بودیم، دوست داشتیم که فرهنگ ما فضایی براش ایجاد بشه که بتونه بیشتر شناسونده بشه و افراد بیشتری با این فرهنگ آشنا بشن، و یا دغدغه های اجتماعی که از ابتدا بهش توجه کردیم که شاید برای خیلی از کسانی که در خورد فرهنگ ها هستند دوست دارند که
وجوهی از فرهنگشون که قابلیت هماهنگی با زمانه رو داره رو در واقع حفظ بکنن. من فکر میکنم که دستک از ابتدا دنبال این بوده و در واقع دنبال این بودیم که از پتانسیل های این نوع موسیقی استفاده کنیم و بتونیم بازآفرینی کنیم به نحوی که قابلیت ارتباط داشته باشه با نسل جدید و ارتباط گرفتن با مخاطبان بیشتری از سایر فرهنگ ها چه در ایران و چه در خارج از ایران و فارق از موضوع زبان با موسیقی بتونیم این ارتباط رو ایجاد بکنیم. بله، و همونطور که همه میدونن کارها و اجراهای شما خیلی زود به دل همه مردم نشست و میتونم بگم یه موسیقی مردم پسند شد و به شکلی که مردم مشتاق بودن که از نزدیک شما رو ببینن، تو کنسرت‌های شما شرکت کنن و در واقع به شکلی شما مجبور شدید که این کنسرت‌ها رو بذارید برای مردم مشتاق. ولی من از شما این سوال رو میخوام بپرسم که واقعا از نظر شما یه کنسرت موفق چه کنسرتی هست؟ بله، خواهش میکنم. سوال بسیار جالبی بود و اینکه در هر حال من فکر میکنم هر هنرمندی و هر موزیسیانی در زمانی که میخواد کنسرت بده یک هدف و یه دورنما رو برای خودش تصور کرده بر اساس محصولی که داره ارائه میده. ممکنه یک هنرمند در واقع مخاطب اثرش فقط خودش باشه یا تعداد محدودی که خودش دوست داره که اونها مخاطبش باشن و بعضی از هنرمندها هم دوست دارن که مخاطبان گسترده‌ای رو در واقع داشته باشن که اثرشون رو دنبال کنه. این بستگی به دیدگاه اون گروه هنری یا هنرمند داره. من فکر میکنم در کل اگر کنسرتی برگزار میشه، فارغ از این که این کنسرت چقدر بزرگ یا کوچیک باشه از نظر جمعیتی، این که مخاطب اون چیزی رو که دوست داره از اون کنسرت دریافت بکنه رو دریافت بکنه و اون لذت و حظی رو که داره دوست داره بهش برسه رو بهش برسه و به هر حال هنرمند هم اون اثر رو برای اون مخاطب با اون کیفیتی که دوست داره اجرا کنه و از اجرای خودش راضی باشه و همچنین عواملی که در این بین وجود دارن و ارتباط بین مخاطب و هنرمند هستن در واقع اون رضایتمندی رو داشته باشن. من فکر میکنم همه این عوامل میتونه یک کنسرت رو موفق یا غیر موفق بکنه، که ما همیشه دنبال این بودیم که یک ارتباط خوب بین اقوام ایران ایجاد کنیم و همچنین به زبانی در موسیقی برسیم که بتونه ارتباط بگیره با مخاطبان بیشتر و در زمان اجرا هم ارتباط خوبی بین ما و مخاطب ایجاد بشه، که امیدواریم که از نظر مخاطبینی که اومدن کنسرت های ما راضی بوده باشن، ما که از تماشاچیامون همیشه راضی بودیم. بله، این اتفاق به درستی افتاده، چون من خودم چند بار که یکی دو بار که شما تشریف آورده بود در کانادا در کنسرت های شما بودم و هیجان رو، شور و نشاط رو در همه مردم می دیدم، چرا که طرفدارای شما از یک خطه و یک استان و یک بخش از ایران نیستن، از یک قلمرو نیستن و شما مجبور هستید از یک استان برید استان دیگه، از یه لحجه برید به یه گویش دیگه تا بتونید رضایت همه رو جلب کنید. و خب این از گویشی به لحجه پرداختن چقدر برای شما سخت بودش؟ آیا این گوناگونی لحجه ها شما رو گرفتار مشکلاتی نمی کرد؟ و کدوم یکی از این گویش ها از همه یادگیریش برای شما مشکل تر بودش؟ خواهش میکنم، خیلی نکته مهمی اشاره کردیم. بله، به هر حال ما به واسطه حالا کاری که داریم انجام میدیم و اونم پرداختن به موسیقی نواحی ایران هست، همه نقاط ایران، با این تنوعی که در موسیقی فولکلور ما هست، تنوع زبانی،
و لهجه‌ای در واقع کار بسیار سختی هست و شاید این نکته که شما فرمودین به خاطر پوسته‌ای که از موسیقی ما هست و دیده میشه، اولین چیزی که دیده میشه شعر و لهجه هستش. شاید در بک این موضوع خیلی موضوعات پیچیده‌تری وجود داشته باشه که فقط یک مخاطب متخصص موسیقی شاید اون رو ببینه، یا یک مخاطب خاص از دیدگاه فرهنگی بخواد به این موضوع نگاه کنه. به هر حال کار پیچیده‌ایه. من و بهزاد که خوانندگان گروه هستیم، به خاطر اینکه در بطن یک فرهنگ بومی رشد کردیم و کرد هستیم، مخارج حروفی که در واقع استفاده می‌کنیم در زبانمون گاه یک اشتراکاتی با زبانهای دیگه ایران داره که شاید در زبان فارسی ممکنه اونها به مرور زمان شاید استفاده نشده باشه، یا اینکه مثلا خب وجود نداشته باشه. ما سعی کردیم از این تجربه‌ای که توی حالا زبان بومیمون داشتیم در کنار زبان فارسی هم که وجود داشته، تا اونجایی که ممکنه خودمون نزدیک کنیم به لهجه ها و زبان های دیگه. کار بسیار سختی بوده برامون همیشه، در ابتدا به خصوص خیلی سخت بود به خاطر اینکه یار و یاوری نداشتیم، ولی بعد از اینکه خب گروه از حدود 11-12 سال پیش که در واقع کارش خیلی وسیع‌تر شد و مخاطبان گسترده‌تری پیدا کرد، پشتوانه ما شدن اساتید عزیز، مردم اقوام مختلف خیلی به ما کمک کردن، خب کار ما راحت تر شد. ما در ابتدا با گوش کردن زیاد به موسیقی نواحی و انواع ژانرهایی که در این موسیقی ها وجود داره، ما سعی کردیم خودمون رو نزدیک و نزدیکتر کنیم به کار. یک نکته‌ای که حالا وجود داره اینه که تنوع لهجه‌ای در ایران بسیار زیاده، که مثلا در یک زبان خاص لهجه های مختلفی وجود داره. مثلا در همین زبان کردی که زبان مادری من هست، از جنوب آذربایجان تا پایین تر از کرمانشاه و نزدیک به لرستان که زبان کردی وجود داره، از منطقه به منطقه دیگه‌ای لهجه ها تغییر میکنه. به نوعی میشه گفت این فرهنگ ها بر هم تأثیر میذارن و گاه یک کلمه در مناطق مختلف لهجه های مختلفی ازش اجرا میشه و ما گاه یه ملودی رو داریم که مشترک در این مناطق ولی با لهجه های مختلفی اجرا میشه و همه اون لهجه ها هم از زبان کردی در واقع گرفته میشن و گاه این ملودی رو که اجرا میکنیم حتی در بین کرد زبان ها ممکنه در واقع اتفاق نظری وجود نداشته باشه و ایراداتی بر ما بگیرن، بر مایی که زبان مادری خودمون رو داریم میخونیم. دیگه فکر کنید در لهجه های دیگه چه اتفاقی میفته. ما سعی میکنیم که این کار رو با کمک اساتید و دوستان عزیزی که داری، پژوهشگران و حتی خود مردم که در مناطق هستن، بتونیم این رو اصلاح کنیم و به بهترین شکلی که امکان پذیر هست برامون انجام بدیم. ولی در بک این موضوع یک اتفاقی که میفته، این لهجه ها در نوازندگی ساز ها هم وجود داره که این بخش اصلا دیده نمیشه متاسفانه. مثلا یک سازی مثل کمانچه در خیلی از نقاط ایران وجود داره، یا ساز سرنا در خیلی از نقاط ایران وجود داره، ولی لهجه نوازندگی این سازها از هر منطقه‌ای که به منطقه دیگه میریم متفاوت میشه و چون همراه با شعر نیست خیلی تشخیصش سخت میشه و حتما باید یک موزیسین باشیم که متوجه به این تفاوت‌ها باشه. به هر حال موضوع سختیه، ولی ما سعی کردیم یه جوری در توان، تا جایی که در توان داریم کمک بگیریم و حلش کنیم. من خیلی توضیح دادم بعد درست؟ نه، بسیار کامل توضیح میدید، برای اینکه این توضیحات شما روشن میکنه من شنونده رو، که وقتی شما یه آهنگ زیبا رو میشنوم، یه ملودی رو میشنوم و گویش فرزن
بلوچی شما رو میشنوم، شما برای اینکه به این گویش بلوچی برسید چه سختی ها و چه فراز و نشیب هایی رو دید؟ بله. به این راحتی نبوده. حالا و شما در بین کلامتون و همونطور که من هم خودم میدونم سختی های کار تقلید کردن لهجه ها و گویش های مختلف که بسیار هم هست، تازه بعدم ممکنه که باز هم بومیان ایرادهایی رو بگیرن. آیا هیچ وقت فکر کردید که برای اینکه کار شما هم اصیل‌تر بشه و هم راحت‌تر و سخت‌تر بشه از خواننده‌های بومی و اقلیم همونجا استفاده کنید؟ بله، ما در واقع دوست داشتیم که این اتفاق بیفته، ولی خب یک محدودیت‌هایی به هر حال داشتیم، به خاطر اینکه اولا ما یک گروهی هستیم که اعضای گروه ثابت هستند و همین اعضای گروه ثابت باید در همه جای ایران و حالا جای مختلف دنیا اجرا کنند. و وقتی یک گروه با هم تمرین میکنن و یه رپرتوار رو آماده میکنن، اون ترکیب باید همه جا با هم باشن و یکم سخته که ما مثلا اگر 10 تا قطعه از 10 تا منطقه مختلف ایران اجرا میکنیم با 10 خواننده هر منطقه اجرا کنیم، اون وقت توی کنسرت هامون قطعا به مشکل میخوریم. ولی با این اوصاف و با این وصف که گروه رستاکی گروه مستقل هنریه و هیچ وقت حمایتی نشده از طرف حالا اسپانسرهای فرهنگی چه دولتی چه غیر دولتی و خود انتفاع بوده، یک مقداری خب با تمام سختیایی هم که برامون وجود داشته سعی کردیم که اگر در جای کنسرت داریم از هنرمندان چه نوازنده چه خواننده اون منطقه در کنسرتمون حضورشون رو داشته باشیم و در کنسرت های بزرگی که حالا در تهران و پایتخت داشتیم و این امکان برای ما وجود داشته، حتما و با افتخار این کار رو انجام دادیم. و در آلبوم هامون هم همینطور، ما مثلا همون قطعه سرنای نوروز رو که اجرا کردیم از حضور 4 تن از اساتید خوب موسیقی نواحی از گیلان، آذربایجان و استاد بیژن کامکار از کردستان، استاد عاشق عمران حیدری از آذربایجان، استاد اسداللهی از آذربایجان و آقای رمضانی، استاد رمضانی از منطقه گیلان در اون کار حضور داشتن. و در خیلی از قطعات دیگه هم همینطور، در قطعه بوشهری مثلا حضور استاد شریفیان رو داشتیم یا در قطعه بلوچی استاد دلنواز رو داشتیم. ما خیلی دوست داریم که این اتفاق بیفته، ولی مستلزم اینه که به نحوی باشه که ما از عهده این کار بر بیاییم. بله، بسیار خوب. من فکر میکنم برای خوانندگان اون اقلیم هم جای بسی افتخار هست که با گروه شما همکاری داشته باشند. برای ما افتخاره، حتما واقعا هم برای ما افتخار بوده و اونا افتخار دادن به گروه رستاک و حضور پیدا کردن در کنار ما. زنده باشید، این هم از فروتنی و اون اخلاق مداری شما هستش. و جناب فرزاد، شما در پرسش قبلی اشاره به تفاوت صدایی که از سازهای مختلف بیرون میاد در جاهای مختلف داشتید، فرزن سرنایی که در گیلان هست با سرنایی که در کرمانشاه هست یا سرنایی که در کرمان هست قدری صداهاش متفاوته. آیا برای هر اقلیمی که میخواید آهنگ همون اقلیم رو بخونید در سازبندیاتون از این سازها هم استفاده میکنید؟ و همینطور آیا از لباسهای بومی و محلی اونجا برای اجراهاتون به کار میبرید و اونها رو میپوشید؟ بله، به نکته بسیار ظریف اشاره کردین که اتفاقا میخواستم، دوست داشتم یه همچه سوالی پرسیده بشه. ما سعی کردیم به دلایل مختلف، یکی اینکه رنگ ارکستر رو یه رنگ تازهی بدیم بهش در هر قطعه و هم اینکه معرفی کنیم سازهای بومی رو در کنار ارکستر اصلیمون، در واقع از موسیقی هر منطقه سازهای شاخص اون منطقه رو که بتونه در تنظیم رستاک
کارکرد داشته باشه استفاده میکنیم، که این سازها معمولاً از یک ساز ملودیک و حالا ممکنه زهی باشه یا بادی باشه، و به خصوص سازهای بادی هر منطقه و سازهای کوبه‌ای سعی کردیم از این سه شکل ساز استفاده بکنیم اگر همچین سازی در منطقه وجود داشته باشه. مثلا ما موسیقی جنوب ایران رو که اجرا میکنیم ساز نیمبون نیجفتی رو استفاده میکنیم، در مثلا منطقه لرستان ساز سرنا رو استفاده میکنیم، در منطقه بلوچستان ساز دونلی رو استفاده میکنیم، در منطقه مثلا آذربایجان ساز قبوز و بالابان رو استفاده میکنیم. و چون ما محدودیت هایی هم داریم، سعی میکنیم خود بچه ها و خود اعضای گروه تلاش کنن و در حدی که بتونیم رنگ به ارکست بدیم و اون ساز رو معرفی کنیم، این سازها رو یاد بگیریم. و به همین خاطر چندین تن از بچه های گروه هستن که نواختن چندین ساز رو که هم خانواده هستن رو یاد میگیرن پیش اساتید. مثلا نوازنده ساز بادی ما مثلا 10 نوع ساز بادی رو مینوازه، یا مثلا خود من مثلا در گروه غیر از کار نوازندگی سازهای ملودیک مزرابی در واقع محلی رو تا اونجایی که امکان داشته باشه مینوازم، مثل ساز قفوز، دوتار و حالا دیوان، تنبور و سایر سازها رو. و همچنین نوازندگان کوبه‌ای ما که سازهای کوبه‌ای مختلف مناطق رو سعی میکنن یاد بگیرن و بنوازن. در مورد لباس که فرمودین، هم ما یه مشکل چالش شیرینی داریم، به خاطر اینکه خب ما قطعات نواحی مختلف ایران رو اجرا میکنیم و یکم کارمون متفاوت از گروه هایی که فقط یک موسیقی یک منطقه رو اجرا میکنن و میتونن یک پارت کامل کنسرت رو با اون لباس محلی در واقع اجرا کنن. ما چون یک قطعه رو مثلا از منطقه گیلان اجرا میکنیم و قطعه بعدی از منطقه کردستان و بعدیش از آذربایجانه و به همین ترتیب، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی در عوض لباسهایی رو طراحی کردیم که مثل کار خود رستا که در واقع بازآفرینی مدرن از موسیقی مناطقه، لباسهامون رو یک طوری طراحی میکنیم که قابل پوشیدن در دنیای مدرن باشه، در دنیای شهری باشه، ولی از المان‌های لباس‌های بومی استفاده کردیم از توش و از تقریبا تمام مناطق از این المان‌ها استفاده کردیم، به نحوی که اگر در لباس‌های گروه رستاکم دقت بشه، به خصوص در گذشته سعی کردیم این اتفاق بیفته. حالا در سربند خانم‌ها، در لباس‌های آقایون با طرح‌هایی که روی لباس‌ها هست، سعی کردیم این کار رو انجام بدیم تا اونجایی که برامون امکان پذیره. بله بله، من دیدم در بسیاری از اجراهای شما این حرکت رو که از لباسهای اصیل اونجا استفاده کنید کاملا دیدم و قابل تحسینه، برای اینکه اصالت کار رو بیشتر میکنه و این نشون میده که شما اهمیت میدید به اون منطقه، اهمیت میدید به لباسشون، به فرهنگشون و آدابشون و آیین‌هاشون، و خب این باعث میشه که طرفداران شما هم بیشتر و از دل و جون به سوی شما بیان. و رستاک، بله رستاک نوآوری و خلاقیت بسیاری رو در اجرای آهنگای بومیش داشته و به هم جد اومده تحول بزرگی رو ایجاد کرده. یه جوری موسیقی قومی رو به نظر من زنده کرده و این باعث شده که روستایی و شهری همه از شنیدن موسیقی شما لذت ببرن. اما گاهی آدم حس میکنه که این موسیقی بومی کمی رنگ و روی مدرن پیدا کرده، از اون حالت ناب سنتیش بیرون اومده، یک کمی امروزی و شهری شده. آیا شما در کارهاتون میخواهید که اون آهنگ پاک و دست نخورده بمونه، یا اینکه این عمد رو دارید که یک کمی ملودی ها رو عوض کنید و حالتی بهش بدید که همه پسند باشه، هم نسل الانمون و هم نسل‌های آیندهمون به شکلی از شنیدن این ملودی‌ها و این آهنگ‌ها لذت ببرن، خوشایندشون باشه و ترغیب بشن به شنیدن این
ملودی های نواحی و آهنگ های قومی. بله، من فکر کنم که هر موسیقی وقتی که از اتمسفر اون منطقه خارج میشه و از تضای اون منطقه در واقع خارج میشه و کارکرد اجتماعیش رو از دست میده دچار تغییر میشه. حتی من گاهن روی موضوع جشنواره‌های موسیقی نواحی هم با دوستان که با بچه های گروه صحبت میکنیم، در واقع روی این موضوع هم داریم، یعنی خودم پافشاری میکنم و بحث میکنم که اگر قرار اتفاقی تغییری در واقع در موسیقی اتفاق بیفته، وقتی که موسیقی که کارکرد اجتماعی داره روی استیج میره، باز اون هم داره تغییر میکنه. حالا این تغییراتی که ما دنبالش هستیم و شاید چاره‌ای هم نداریم، برای اینکه ما هدف دیگه‌ای داریم که می‌خوایم این موسیقی از چارچوب جغرافیای فرهنگیش خارج بشه و بتونه ارتباط بگیره با فرهنگ‌های دیگه، ناگزیریم که این تغییرات رو ایجاد کنیم. مثلا یک موسیقی که تک صدایی هست بخواد پلی‌فونیک بشه یا پلی‌ریتمیک بشه، یا از سازهایی که رنگ صوتی متفاوتی از سازهای منطقه دارن قطعا تغییر میکنه و ما هیچ وقت دنبال این نبودیم اتفاقا که 100% اورجینال اون موسیقی رو اجرا کنیم، چرا که هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه و هیچ کسی حتی نمیتونه ادعا کنه که این کار رو میتونه بکنه در جایی که اساتید موسیقی بومی در اون فضا و در اون آیین‌ها این موسیقی رو از کودکی نواختن، حتی به نزدیک اون موسیقی هم برسن، چه برسه به که عین اون موسیقی رو اجرا کنه. ما به هر حال ناگزیریم برای اینکه اون اتفاقی که دوست داریم بیفته این تغییرات رو ایجاد کنیم، ولی سعی میکنیم تا اونجایی که برامون امکان داره به یه سری عناصر اون موسیقی پایبند باشیم، مثل شعر و ملودی. این دوتا رو تا اونجایی که ممکنه سعی میکنیم اورجینال باشه و اگه قرار تغییری ایجاد بشه در تنظیم قطعه و حالا هارمونی یا در واقع پلیفونیک کردن کار، فرم کار بتونیم تغییر بدیم، فقط در جهت اینکه این بتونیم فرهنگ ها رو با یه زبان مشترک به همدیگه نزدیک کنیم. بسیار نیکوست، یعنی در واقع اون اصالت رو شما حفظ میکنید. اما بله، همون گفتم با توجه به پذیرش نسل نو و خواسته های نسل و آیندگانمون، اون رو یه تغییر میدید، یه ساختاری بله حفظ میکنید، اما یه تغییرات درش به وجود میارید که بله با به دل هر دو گروه باشه. بله، چاره ای نداریم که باید این کار رو بکنیم اگر بخوایم این اتفاق بیفته. بله همینطوره و همین هست که باعث شده که همه گروه ها، یعنی من دیدم توی کنسرت های شما پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر و بچه ها، سه تا نسل با همدیگه نشستن و آهنگای شما رو گوش میدن و این نشون میده که کاری که کردی و خط مشی که پیش گرفتی درست بوده و بر اساس یک اصول خاصی بوده. خواهش میکنم بریم سراغ این که در هنگام اجرای برنامه ها، کنسرت هاتون یا حتی تو ویدیو هاتون، بسیار من دیدم که یه رابطه چشمی بسیار صمیمانه بین افراد هست، بین اعضای گروه هست، یه حالت مهربانانه توی چهره همه شما دیده میشه، یه جوری ارتباط صمیمی رو آدم بینتون حس میکنه که البته نگفته نمونه این بعد از شما به گروه های دیگه هم سرایت کردش و گروه های دیگه هم این رو یاد گرفتن. آیا واقعا این صمیمیت و این مهربانی و عاطفه بین اعضای گروه وجود داره عمیقا، یا اینکه اون رو خواسته و آگاهانه میخواید که انجام بدید تا این فضا رو ایجاد کنید؟ بله، باید بگم سخت شد به خاطر اینکه خب ما یک چند
چیز مهم، یعنی موضوعات مهمی داریم در گروهمون. یکی از این موضوعات مهم صداقت با مخاطبه و این خیلی برای ما مهمه و فکر میکنیم که مخاطب در به هر حال اگر به قولی دوز و کلکی تو کار باشه متوجه میشه و بسیار باهوشه و سعی کردیم این صداقتمون رو توی کارهامون و در طول این سالیان حفظ کنیم. ما بسیار گروهی هستیم که بسیار با هم تمرین میکنیم، در سفرها اجراها با هم هستیم، تقریبا میشه گفت که یک خانواده‌ای هستیم که به واسطه موسیقی تبدیل به یک خانواده شدیم و من فکر میکنم که قطعا این تمرینات زیاد و کنار هم ساز زدن و زندگی کردن این اتفاق رو ایجاد کرده که اون صمیمیت به هر حال وجود داره. این که در تمرینات ما به اون نقطه رسیدیم که این اتفاقات، این حس به وجود اومده که این حس توی اجرای صحنه ایمونم هست، من فکر میکنم که واقعی هست. این نظر تماشاچیه که باید نظر بده در مورد این که آیا چه حسی از این رفتار ما میگیره و مطمئنن بهترین قاضی ها و داورها تماشاچیه ما هستن. فرزاد خان عزیز، با وجود اینکه سوال‌ها بسیار زیاد هست ولی مجبورم این آخرین سوال رو از شما داشته باشم و ازتون قول بگیرم که در یه برنامه دیگه به بقیه سوالای من پاسخ بدید. بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. اون سازهای اصیل و سنتی و نواحی هر منطقه، اون حجم صدا و نیازهای شما رو برآورده نمی کنه یا از نظر فنی شما در استفاده از اون سازها دچار مشکلاتی شدید و می شید که رو آوردید به برخی از سازهای مدرن در اجرای آینیتون، این چطور هست؟ بله، در واقع اون بیس کار ما یک سری سازهای ثابت هست در گروه، مثل ساز تار، عود، قانون، کمانچه و تنبک مثلا، اینا سازهای اصلی ما هستن. یه سری سازهای دیگه به هر حال از موسیقی اقوام داریم استفاده میکنیم. ما خیلی دوست داریم که این اتفاق بیفته که از همه سازهای ایرانی استفاده بکنیم و اصرار داریم بر این کار، ولی گاه این اتفاق نمیفته و ما ایده هایی داریم که این ایده ها توسط سازهای ایرانی قابل اجرا نیست واقعا، که این شامل رنگ صدای ساز هاست که ما دنبال یه رنگ صوتی هستیم که تو سازها نیستن برای تنظیم قطعمون، و یا محدوده صدایی که مثلا ما برای محدوده باس، بازترین سازی که در ارکسترا داریم ساز عوده که اون جوابی که ما میخواستیم در اون وجود نداشت. مثلا یک ساز دیگه هم استفاده شد مثل ساز تارباس که اون جواب رو نداد و ما برای این حجم ارکستری که میخواستیم ساز کنترباس رو استفاده کردیم و حتی در بعضی جاها ساز بیس رو استفاده کردیم. منظور اینه که بر اساس نیاز گروه ما بین یک دوراهی قرار می گرفتیم که آیا انجام دادن این کار بهتر می کنه کار رو و مقدار آسیبی که می زنه کمتر یا بیشتره و آیا اینو می شه اسمشو آسیب گذاشت یا اسمشو می شه خدمت گذاشت در واقع، و گفتگوی بین سازها. و ما فکر کردیم که این اتفاق بیفته برایند این کار مفیده در واقع برای اون قطعه و در واقع این کار رو انجام دادیم. امیدواریم که در سازبندی ایرانی هم، در واقع در سازسازی ایرانی هم اتفاقی ایجاد بشه که یک سری نیازهای صوتی که موزیسین های در واقع معاصر به اون نیاز دارن ساخته بشه و قابل استفاده بشه، استاندارد بشه و بتونه در کنار ارکسترا قرار بگیره.
و حتما اون روز ما قطعا از سازهای ایرانی استفاده میکنیم. در حال من خودم به شخص فکر میکنم که استفاده کردن از سازهای غربی چندان ایراد خاصی نداره. این خودش باعث جذب مخاطب بیشتری بالاخص جوان ها میشه و ما هدفمون همین هست که گروه جوان ها هم بیان و ملودی ها و آهنگ های نواحی و بومی هر منطقه رو گوش کنن. اگه شاید ما سخت پایبند اون اصول اصلی باشیم، اولیه باشیم، شاید به اون هدفمون که جذب مخاطبان جوانمون هست نرسیم. به این جهت شاید این ترکیب و قطعا این ترکیب میتونه ترکیب جذابتری برای جوانان ما باشه. خب شیر فرزاد خان، من چقدر باید از شما تشکر کنم که وقت برای من گذاشتید و علی‌رغم تمام گرفتاری‌هایی که داشتید این برنامه رو به وجود آوردید، زمان رو در اختیار من گذاشتید تا بتونیم یه گپ و گوی از جنس خودمانی، از جنس صمیمیت داشته باشیم با هم دیگه. صمیمانه ازتون سپاسگزاری میکنم. بنده هم سپاسگزارم از شما و همینطور همکاران عزیزتون. باعث افتخار من بود که در خدمت شما بودم. ببخشید که دیگه اگر کمی کاستی بود توی صحبتام، امیدوارم که عزیزان بیننده هم از این گفتگو راضی بوده باشن و امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن. مثل همیشه همه چی عالی بود. توضیحات شما باعث می شد که یه روشنگری در زمینه کاری شما به وجود بیاد. من سوالات بسیاری دارم همونطور که خدمتتون عرض کردم، ولی از شما همینجا قول می خوام که به من یک زمان دیگر رو هم در اختیارم بذارید تا بتونم به بقیه سوالها که شاید سوالهای بسیاری از طرفدارای شما باشه از شما بپرسم. سپاسگزارم. با کمال افتخار در خدمت هستم. هر زمان شما بفرمایین با کمال میل. با سپاس از مهر شما و آرزوی تندرستی برای شما و گروه رستاک، گروهی که عشق رو از دور دست ها به زمان اکنون ما آوردن. این گروه واقعا کاری کردن که نسل جوان ما، جوانان ما بتونن مخاطب آهنگ ها و ملودی های گذشته ما باشن و بدین بابت از طرف همه جوان ها هم از شما سپاسگزاری میکنم. سپاسگزارم از مهرتون. شاد و اهورایی باشید و زندگی شیرین به کام همتون.